استلا طالب. استلا 8 سالگی از ایران رفته، تو نروژ بزرگ شده و 10 ساله که استرالیا زندگی میکنه. طراحی داخلی خونده اما تو طراحی لباس هم فعالیت میکنه. از پارسال برندش رو به ایران آورده. ازش پرسیدیم که چی شد به ایران برگشتی؟ ایران، یه عشقی به ایران داشتم همیشه و اینکه خب همیشه خیلی دوست داشتم که با ایران کار کنم و خب از 8 سالگی من ایران نبودم. البته خب برای تعطیلات مثلا 2 هفته 3 هفته هر چند سال یه بار اومدم، ولی اینکه تو ایران بتونم زندگی کنم همیشه برام جالب بوده. من اینکه خب این شانسی داشتم که بیام ایران، سختی خودش رو خیلی داشت، ولی خب اون عشق به کارم و اینکه خب برندم خیلی استقبال شد تو ایران و همون باعث شد که من بتونم احساس کنم که میتونم ایران بمونم و فعالیتم رو ادامه بدم. اصلا چی شد که وارد دنیای مد و لباس شدی؟ جالبه، به خاطر اینکه خب من از بچگی خیلی علاقه داشتم به لباس و پارچه و برای عروسکام لباس میدوختم، ولی خب هیچ وقت فکرشو نمیکردم که بخوام این رشته رو برای شغلم داشته باشم. ولی خب به مرور زمان خب دیدم که علاقم بیشتره و اینکه خب اول فکر میکردم برم دندون پزشکی بخونم، سعیم کردم دیدم اصلا چیزی نیست که دوست داشته باشم. بعد طراحی داخلی رو انتخاب کردم چون احساس کردم خب تو طراحی داخلی میتونم یه رشته باشه که بتونم باهاش کار کنم، ولی بازم برگشتم به همین لباس و پارچه و دوخت و دوز و اینکه خب خیلی کار جالبیه به نظرم، چون هر فصل مد عوض میشه، پارچه های مختلف و هر فصلی من با اون میتونم که ترقی کنم و فکر من، یعنی هر چیزی که میبینم ازش الهام میگیرم که بتونم روی طراحی هم داشته باشم و الان اصلا فکر نمیکنم کار دیگه به غیر از این بتونم انجام بدم. از چیا الهام میگیرین؟ کانسپتتون چیا؟ از هر چیزی میتونه باشه، میتونه یه فیلم قدیمی باشه، میتونه رنگامیزه چی میگن طبیعت باشه، میتونه هر چیزی، میتونه یه صندلی باشه، میدونید هر چیزی. حالا من... از چه موضوعاتی استفاده کردین؟ من خودم از خب طراحی من به جاهایی که زندگی کردم با جاهایی که زندگی کردم تغییر کردم. من وقتی که رفتم استرالیا خیلی شروع کردم با رنگ کار کردن، چون واقعا اینقدر طبیعت قشنگی داره و اینقدر رنگ آمیزی قشنگی داره که اصلا آدمو تحت تاثیر قرار میگیره میده و اینکه خب خیلی شاده. نروژ یک کشور زمستون طولانی داره و خیلی خاکستریه، برای همین خب رنگات خیلی سرده و اینکه من احساس کنم مثلا شخصیتم با رفتن به استرالیا عوض شد و باعث شد که من رنگ تو کارام خیلی استفاده کنم. همیشه خودم رنگو دوست داشتم ولی خب اونجا بیشتر شد و اینکه ایرانم که اومدم خب من باید مانتو طراحی میکردم، چیزی بود که قبلا طراحی نکرده بودم، ولی خب این رنگا رو تونستم تو مانتو، یعنی خیلی طرحهای من هر فصلی رنگ توش زیاده. یعنی اصلا برای من این مهم نیستش که حالا الان پاییزه باید یه سری رنگای خاص استفاده کنم، اون رنگایی که احساس میکنم که گیرایی داره برای من تو اون فصل از اونا استفاده میکنم. خودتون رو صاحب سبک میدونی؟ فکر میکنم به خاطر اینکه کسایی که منو میشناسن میگن که وقتی که طرحهای منو میبینن میگن میدونیم که این طرح توه. چه ویژگی خاصی داره کارتون؟ من خیلی فمینین بودن رو دوست دارم. یعنی دقیقا چی؟ فمینین بودن یعنی اینکه زن بودن، میدونین؟ و اینکه من احساس میکنم که تو طرحام دوست دارم اون زن بودن رو نشون بدم. چجوری نشونش میدین؟ با ظرافت کار. من فکر میکنم ظرافت کار، خب خیلی طرحا هستن که چیزای که مقدار ضخیم تر یا مثلا پوشیده تر، نه که پوشیده نباشه، ولی من میگم ظرافت یه لباس اون فمینین بودن و زن بودن رو خیلی بیشتر نشون میده. من با تور خیلی دوست دارم کار کنم، پارچه های سبک، چیزایی که بتونه ریزش داشته و ظریف باشه. بعد و اینکه دقیقاً چند ساله شروع به کار حرفه‌ای کردین؟ حرفه‌ای من الان خب نروژ مدت کوتاهی کار می‌کردم، ولی الان از سال 2012 من میلادی باز بگم 2012 حرفه‌ای کارم رو شروع کردم، تقریباً میشه 6 سال که استرالیا شروع کردم، که اونجا یه
بوتیک اول داشتم و اینکه برای اینکه بخوام بیام ایران دیگه اونجا رو یه مقدار آن هولد گذاشتم، چون واقعا یک سال ایران بودم، ولی الان دوباره یه شوروم توی سیدنی دارم که کارم دیگه بین از امسال یعنی از عید به بعد دیگه بیشتر بین سیدنی و استرالیا هستش و اینکه الان خب برندم رو دارم برای آمریکا میبرم و برای اروپا میبرم، ولی خب فعالیتامو تو ایران همچنان میخوام ادامه بدم به خاطر اینکه مخاطبای خیلی خوبی دارم ایران. تو خارج از ایران دقیقاً چجوری کار میکنی؟ خارج از ایران من استرالیا خب به هر حال میگم بوتیک داشتم و شوروم و اینکه خب آنلاین خیلی فروشم بوده، ولی خب این یک سالی که من تمرکزم رو ایران بوده یه مقدار از اونجا تمرکزم برداشته شد. من 4 ماه استرالیا بودم، تازه یه هفته پیش بود برگشتم، ولی خب برای میگم سال آینده یعنی هم اینجا هستم هم استرالیا، یعنی اونجا دیگه نمیخوام به آن هولد بذارم چون جفتشو میخواین داشته باشم. میخوام جفتشو داشته باشم. بله. چرا مثلا فکر میکنین که به هر حال من اونجا شروع کردم و اینکه خب ایرانو من خیلی دوست دارم، ولی در نهایت اونورم زندگیم هستش، کامل ایران نیستم و احساس میکنم که برای بزرگ شدن هر کسی خب فقط نمیخواد یه جا تمرکز کنه. خب من این شانس رو داشتم که بیام ایران و اینکه خب ایران واقعا یه مارکت خیلی بزرگیه، چون چندین میلیون جمعیت داره و خب اطراف ایران دبی هست، کشورهای عربی هستن، یعنی خاورمیانه خب خیلی جمعیت زیاد داره. من حتی از مثلا از قطر با من آنلاین تماس گرفتن و از من خرید کردن. خب این خیلی خوبه و اینکه خب حالا اروپا هم دوست دارم باشه، یعنی اصلا دید من اینه که خیلی دوست دارم برندمو جهانی کار کنم و خب ایران که اصلا ریشم از ایرانه، یه عشق دیگه به ایران دارم. خیلی سختی ها داشته این یک سال، ولی به خاطر هم علاقه اون عشقی که داشتم احساس میکنم بازم بر میگردم به اینجا. مخاطباتون بیشتر چه قشریان؟ تو ایران؟ هم ایران هم خارج از ایران. خب بیشتر خب خانم هستن. نه از چه قشری از اجتماع؟ من فکر میکنم از میدل کلاس هستن تا یعنی منظورم اینه که قیمت کاراتون کیفیت. من 2 تا لاین دارم، یه لاین لکشریه که یه مقدار خب مثلا قیمتاش گرونتره، لباسای شبه یکم خاص‌تره، و یه لاین ریزورت دارم. ریزورت هم یکم قیمتا میدیومه، نه خیلی گرونه نه خیلی ارزون. و اینکه من ایران متوسطه وقتی که من ایران شروع کردم با همین لاین ریزورت هم شروع کردم به خاطر اینکه خیلی دوست داشتم که ببینم که کششه، چون واقعا نمیدونستم که کششه جامعه چیه و چی میخوان. البته خب بعد از این یک سالی که من اینجا بودم اینو فهمیدم که من به احتمال خیلی زیادی ساب برند میزنم، یعنی یه برند دیگه ای که یه شاخه دیگه از برند خودم، البته نه به اسم استلا طالب ولی طراح استلا طالب، که چون خیلی احساس کنم خیلی تماس میگیرن و شاید قدرت خرید رو ندارن و دوست دارم که اونا بتونن از طراحی من استفاده کنن. این یه چیزی هست که تو فکرمه که برای بعد از عید به احتمال زیاد شروع میکنم و اینکه قیمت ارزون تر، ولی خب میگم با یه برند دیگه. الان تو ایران فقط مانتو تولید میکنی؟ نه لباس شب دارم و اینکه خب لباس مهمونی هست، چون من خب استرالیا فقط لباس شب و ایناست، لباس طراحی زیاد میکردم، بوری شلوار لباس، خب اونجا که اصلا مانتو نیست. ایران که اومدم مانتو اضافه شد بر طراحیاتون، مانتو و روسری اضافه شد. فکر میکنین برندهای دیگه، طراحای دیگه تو چه سطحی هستن از طراحی؟ چه ایران؟ بله تو ایران. توی ایران خب من خیلی نگاه میکنم، خب هر کس سبک خودشو داره و اینکه فکر میکنم ایران خیلی همه تمرکزها روی مانتوه و اینکه خب یه سری طراح داریم که طراح لباس عروس هم و کارشون هم خیلی خوبه، ولی خب اون
طراحی که بیاد هم لباس مثلا مهمونی طراحی کنه، هم بتونه بوده شلوار طراحی کنه، خب اون خیلی کمه تو ایران، چون واقعا همه بیشتر مانتو استفاده میکنن، همه رفتن سبک مانتو، یعنی همش مانتوه. ولی خب یه سری طراح خوب هستن که من واقعا دوستشون دارم و اینکه اینام کارشون واقعا خیلی خاصه و کار دستی یاد دارن، خیلی برای من جالبه. بعد میگم ولی خب هر کس سبک خودشو داره، این به نظرم خوبه که هر کس تو راه خودش بره جلو، به هر حال موفق میشه، چون بالاخره یه سری دوستش دارن. من کار منه، یه سری مطمئنم که از کار من خوششون میاد، یه سری هم خب دوستن دوستن سلیقه است دیگه. تو کارتون کسی ازتون حمایت هم کرده؟ از چه لحاظ؟ از لحاظ مالی، فکری؟ من خیلی بیشتر رو پای خودم بودم، ولی خب ایران چرا؟ ایران من خیلی کمک های خوبی داشتم. از طرف کیا؟ من آقای بابک صنایعی به من کمک کردن، آقای انور سالار خیلی کمکم کردن، چون من واقعا مارکت ایران اصلا نمیدونستم، چون من کارم با آقای بابک صنایعی شروع کردم. و اینکه خانم مهد مظاهری خب برای بلاگینگ هم دوستم هستن، هم خیلی بالاخره کمک کردن. احساس میکنم این موفقیتی که من توی این یک سال داشتم واقعا یه جای مدیونشون هستم.